سلام و درود خدا بر شما بود. آقا توی این ویدیو میخوام راجع به استخدام ادیتور برای کانال خودم صحبت بکنم و اگر که ادیتور هستید و دارید این ویدیو رو میبینید تا آخر ویدیو نگاه بکنید. اگرم ادیتور نیستین این ویدیو به درد شما نمیخوره چون استخدام ادیتور و فقط مخصوص ادیتوراست. چیزی که توی کار خیلی واسه مهمه آن تایم بودن و نظمه. یعنی اینجا توی کار وقتی که شما میایین این که من دارم میگم آقا مثلا ویدیو رو ساعت 5 برسون، مثلا دارم بهت میگم که آقا این ویدیو واسه فلان روزه، تا فلان ساعت بزنش دارم بهت مثلا ویدیو رو دو روز زودتر میدم، یعنی که همون ساعت 5 یه طوری برنامه‌ریزی بکنی که ویدیو اصلش دستم مشکلا در ادامه ویدیو بهتون توضیح میدم کاملا که ویدیوها چقدر تعدادش و حالا تایمش و تایم ادیت شما همه چی رو بهتون میگم در آخر. ما دو تا ادیتور نیاز داریم، یه ادیتور داریم که 15 تا ویدیو میزنه، یه ادیتور دیگه میخوایم که 15 تا ویدیوی بلند دیگه بزنه در طول ماه. این 15 تا ویدیوی بلند شما پشت سر هم نمیرسونید، فقط 15 تا ویدیو بلند و یک روز در میون میرسونید. مثلا امروز ویدیو میرسونید شنبه است، دیگه ویدیو نداری میره تا دوشنبه ویدیو برسونید. ویدیوهایی که بهتون میرسه دو روز زودتر نهایی، یعنی خیلی خیلی دیر بشه دو روز زودتر بهتون میرسه. مثلا اگر که اون ویدیو رو قراره که شنبه آپلود بکنیم، ویدیو به شما طوری میرسه که جمعه رو از صبح زود تا شب وقت ادیت داشته باشی، به اضافه اینکه شنبه هم تا ساعت حالا آپلود که باید انجام بدیم و ساعتش هم خیلی مهمه بهتون میگم در ادامه وقت ادیت دارین، در میشه یکی روز و چند ساعت وقت ادیت ویدیو هاست. اما تایم ویدیوهای خام بین 1 ساعت و نیم تا 3 ساعته، یعنی 1 ساعت و نیم تا 3 ساعت متغیره. از این 1 ساعت و نیم تا 3 ساعت ویدیو یکی ویدیوی زیر 26 دقیقه در میاد و اگر توجه بکنید ما ویدیوی بیشتر از 26 دقیقه معمولا نداریم. تایم آپلود ویدیوها که زمانی که باید یعنی به دست من برسه، من چون ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب رکورد ویدیو هم و بعد در روز دو تا ویدیو رکورد بکنم چون دیلی آپلود هستیم، باید ادیتور ساعت 5 بعد از ظهر ویدیوی اصلی رو به من رسون باشه، یعنی آپلود کرده باشه واسه من توی یوتیوب. حالا من برم تگ و ایناشو بزنم، چون تگ و اینا رو هم بخوام بزنم تا تامنیل برسه و کاراشو بکنم معمولا تا 5 و نیم 6 طول میکشه که حالا بعدشش هم که میرم سراغ رکورد. چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر میخواین با من کار کنین، یکی روزی خواستین برین سفر، حتما ادیتور یا باید با اون یکی ادیتوری که ما داریم صحبت بکنین که آقا ببینه اون ادیتور میتونه ویدیوهای تو رو گردن بگیره، دیلی آپلود بکنه تا زمانی که تو نیستی، انجام بده که دیگه مشکلی نیست. اما اگر اون ادیتور در هر شرایطی قبول نکرد، چون وظیفه‌ش هم نیستش بنده خدا دیگه، شما باید قبل از اینکه بری سفر تا زمانی که نیستی باید ویدیوهای اون روزها رو به من برسونی بعدش بری سفر که من اینجا بتونم ویدیوها رو آپلود بکنم. و اگرم می‌خواید برین سفر حتما باید یک هفته زودترش به من بگید که من بتونم ایده یابی بکنم، ویدیوها رو رکورد بکنم واسه اون تایمی که حالا من نمی‌دونم چند روزه می‌خوام این سفر که بهتون برسونم ویدیوها رو و قبلش ادیت بکنین به من برسون. این از این بحث مبلغ و اینا هم اصلا مشکل نیستش، با هم دیگه راجع به صحبت میکنیم. کیفیت کار واسم خیلی مهمه. میان میپرسن که آقا نوع ادیت باید چجوری باشه. نوع ادیت دقیقاً ویدیوهای خودمون، همین بدون میم، حالت یوتیوبی، موزیک بهتون میدم، مشکل فیلتر باشه رفع میکنیم، اصلا این چیزا نیستش، پریست اینا همه چی اوکی، هر چی که توی ادیت استفاده میشه بهتون میدم، فقط ادیتتون باید سطحش بالا باشه. ادیت با موبایل اصلا نمیخواین، اصلا به دردمون نمیخوره ادیت با موبایل، چون اصلا ادیت سنگینه. و اینکه لطفا فقط افرادی که با یوتیوبرا کار کردن یا سطح ادیتشون خودشون میدونن بالاه پیام بدن لطفا. الان رسیدیم به آخرش که حالا شما میتونین کجا پیام بدین و اینا، فقط کافیه که حالا به این آیدی تلگرامی که حالا روی صفحه حالا نشون داده میشه یا توی دسکریپشن هست، خودم هم آیدی خودم پیام بدین و من یه ویدیوی تستی بهتون میدم، یه ویدیوی 20 دقیقه، یه حالا 20 دقیقه نمیخواد شما ادیت بزنید، همون 10 دقیقه اولش رو ادیت بزنید با همین نحوه ادیت خودمون، نحوه ویدیوهای خودمون که اوکی باشه، دیگه ما کارو با شما شروع بکنیم. و در آخر حتما نتتون و قدرت خروجی سیستمتون خوب باشه، دیگه نمونه. پس همه اینا رو رعایت بکنید لطفاً. اگر که این معیارا رو دارید پیام بدین توی تلگرام به همین آیدی، نمونه رو واسهتون میفرستم که ادیت بکنین. اگر اوکی باشه کارو شروع بکنم. ممنون تا آخر ویدیو نگاه کردید. شبتون بخیر.